کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ تماشا کن تو این درد رو به دنیای من آوردی، تماشا کن تویی که خنده ها مو با خودت بردی. نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها، اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی زمین خوردی. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو؟ نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم، منم بی تو، تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی. شبایی که من این زخما رو میشمردم، کجا بودی؟ هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو وا کردی، کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگه رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست. دایی دیشب زنگ زد، گفت چند بارم خودش با تماس گرفته، جوابشو ندیدی. سلام، صبح بخیر. سلام خاله جان، صبحت بخیر. کار زشتی کردی، جوابشو ندیدی. دایی حق پدری داره گردنت، میتونی که فعلا که گرفتارم الان، سرم خلوت شد زنگ میزنم. نگران نباش خاله، امروز عقلش نمیاد سرجش، همین امروز فردا میبرمش پیش دایی. باهاش حرف بزن، این قضیه نباید کش پیدا کنه. خیالت راحت، صبر کن میرسونت مرسه. نه ممنون، میان دنبالم. امین نمیخوای تمامش کنی؟ نه تمام شده، اخلاق گندتو میگم. یه هم خاله ذهنش درگیره، هم دایی عذاب وجدان داره، هر روز در حالتو میپرسه.
بس خب عذاب وجدان داره. عجب روی داری تو. حالا اون کوتاه اومده تو داری تاخشو بالا میذاری؟ هر روز میگه چرا امیر پروژه رو تموم نمیکنه. گفته کامپیوتر دارم گذاشتن دفتر. اگه نمیخوای باش کار کنی برو بهش بگو. اما اگه از من میشنوی بچه بازی در نیار خر نشو. ما کلی جون کنیم برای این پروژه. سرمایه‌گذار پیدا میشه به این راحتی الان؟ اصلا گوش میکنی چی میگم؟ امیر با تو هم. آره گوش میکنم. برو بشین صابونتو بخور تا بعد. زود آماده شو علافتو نیستم. بابا همش تقصیر لطفیانه دیگه. بی خود و بی جهت داره به شما استرس میده. ای بابا آخه وقتی افضلی بهش زنگ زده تهدیدش کرده که پاتو از تو کفش ما بکش بیرون نیاد بگه خیر سرمون شریکی ما. بابا اون افضلی بزرگه عددی نبود چه برسه به این داش کوچیکه. خیلی خوب یه نفر رو بفرست گوشمالیش بده. چشم. اون فرشاد احمق و نفرسی ها. آخه اگه لطفیان جا بزنه ما لنگ میمونیم. سلام مهمون نمیخوای؟ سلام. سلام دایی جو. امیرخان حسن از قبیله مجنون. نهیدم مطابقه بچه ها تو بیابونها دیده بودنت. اینجا چیکار میکنی استاد؟ حالا دیبا پای خودش اومده انقدرش تیکه نندازیم. میدونیم تو آوردیش با مشقت فراوان. آوری کلا دست بزنیم براش. شما یه نفشی بیا مکنه. هنوز مزه اون قهوه که تو پاتوقتون با هم خوردیم زیر زبونمه. یه دفعه دیگه باید با هم بریم. باشه میریم. میگم حوصله‌ت سر نمیره از صبح تا شب کنج اتاق دستی؟ فعلا کاری ندارم. خب چرا برنگشتی گاراژ؟ یه سری برنامه دیگه دارم. یه سری برنامه دیگه داری؟ مرد حسابی دست ما رو گذاشتی تو پوست گردو؟ اون تجهیزاتی رو که گرفتیم گذاشتیم تو آپارتمان فرشته تو باید بچینیشون. من که بلد نیستم سر در نمیارم. باش فرصت شد یه سر میزنم. ببین هر چی که شده رو فراموش کن. منم فراموش میکنم. این که کی مقصره رو بریز دور. تهش میگه ما یه خانواده ایم دیگه. گوشت هم دیگر رو بخوریم و استخون هم دیگر رو دور نمیندازیم. هر خانواده ای ممکنه دچار بحران بشه. مهم اینه که آدم بتونه از بحران درد و محکم به زندگیش ادامه بده. قبول داری؟ بله. کاروان سرایه بود بهت گفتم همش 50 کیلومتر با کاشان فاصله داره. دسترسیش هم عالیه. حالا میریم اونجا میبینیم شطور دارن توش نگه میدن. حالا به درد میخوره؟ خب ببین اگه سرپا بود که میراث دست میذاشت روش دیگه. آره دیگه مخروبه است دیگه. واسه هم میشه با یه پول کمی خریدش. نه حالا پولش که جور میشه. ولی من میگم یه کار کوچیک جمع و جور خیلی بهتر از اینه که علاف خیال پردازیای بعضی از دوستان بشیم. فرید تیکه نندازم. اتفاقا چون میخواستم فوش زشت ندم تیکه انداختم. ممکنه دوباره شروع کنم. اه؟ به سلامتی ایشالا. فقط دیگه رو ما دوتا حساب نکن قربونت. بذار بگه ببینیم چی میگه. ممکنه یعنی چی؟ پیش دایی بودم. کامپیوترها رو فرستاده آپارتمانی که واسه پروژه خریده. باید بریم اونجا یه سر بزنیم ببینیم کم و کسری چی داره. ببین امیر جان. ناراحت نشی ها. ولی کاری که افسرش دست داییت باشه که هر موقع دلش خواست با لگد پرتمون کنه بیرون به نظر من که کار نیست. به نظر من
بچه فکر کنم اون برای یه خبریه. ای فرید تو میدونی این کیه؟ میشناسیش؟ فرید چیکار داره میکنه؟ فرید چی شده؟ اون آدمیزاد نمیفهم نه؟ آقای غزنوی چی شده آخه؟ آقای غزنوی داداشو بیان به چیزم بیا چیکار کردی؟ چی دیدی؟ اون رو بگیر. آقا غزنوی، غزنوی، اون بیچاره بیا. میراد داداش بهتر شدی؟ بشین پیش. نمیخوایم بگین چی شده؟ یه اون با آبرو زندگی کن، یه جوری برو بیا که همه بهت احترام بذارن، روز و شبت رو بذار واسه زن و بچت، برای آینده شون، برای اینکه خوشبخت بشن، برای دختری که همه وجودته، نور چشمته، قوت قلبته. دیر جنبیده بودم، امروز باید با دستای خودم میذاشتمش تو گور. تو نمیفهمی چی میگم. نمیفهمی چون پدر نیستی. نمیدونی چه دردی داره وقتی چشاتو باز میکنی. میبینی دختری که تو پر قو بزرگش کردی شده بازیچه دست یه پسر بیامه چیز. نمیفهمی. با اون دوستت بگو ازتون نمیگذرم، بگو باید جواب پس بدن. من موندم تو کار خدا که تاوان چه گناهی رو دارم پس میدم. چه خبر بود دیگه؟ صبح رفته تو اتاق دخترش دیده خودکشی کرده. شانس آوردن زود رسوندنش بیمارستان. مریم هر روز میومد اینجا بلکه بتونه آرمانو ببینه. امیر جان میدونم با آتیه رابطت به هم خورده، ولی شاید بتونی کمکشون کنی. چطوری امیر؟ خوبم. دستت چطوره؟ دستم خوب میشه. ببخشید امروز تو دردسر افتادی.
نه با چه درد دوست داری؟ اون الان جواب تلفن نمیده. بری دنبالش بهتره. ممکن اتفاق بدتری بیفته. آره. سمیر رو من میرم خونه. مراقب باشی. آتیه. بله. میخوای باهات بیام؟ تنها نری بهتره. من اینجا رو جمع میکنم. برو تو آرمان. آرمان آرمان کجا میری؟ بیا ببینم. ولم کن. از چی داری فرار میکنی ها؟ اون دختر بیچاره رو بازی دادی بعدم منش دردی؟ من کسی بازی ندادم. مریم خودش دنبالم بود. آرمان اون دختر به خاطر این قضیه خودکشی کرده، میفهمی اینو؟ خودکشی؟ تقصیر خودشه. نگران نباش، خودکشیش هم علکیه، خواسته مثلا منو بترسونه. من به تو چی بگم آخه؟ خب به خاطر یه اشتباه همه آیندم رو خراب کنم؟ خوب گوش کن ببین چی میگم آرمان. اشتباه یا غیر اشتباه باید پای کاری که کردی وایسی، خب؟ نه اینکه اون دختر رو بدبخت کنی. آتیه همین که گفتم. برم دیگه. نه رو خواهش میکنم. به بابام چی بگم؟ برو سلام. چرا نیومدین دانشگاه؟ میگم چرا نیومدین دانشگاه؟ دایی کلی هماهنگ کرده برای این جلسه کمیته انضباطی. آتی نه هم خودش به دردسر میفته، هم اینا جریتر میفته. یه دقیقه گوش بده ببین چی دارم بهت میگم. غزنوی اومد شیشه گالری رو برد پایین. نه بابا، فقط امیر رو بردن نفسی تو بخیه زدم. چی؟
ای جالب شو خوش من دارم میام اونجا باش بار بار کجا آرمان؟ کار دارم آرمان بایستا دستان ویلکوم به تو چه ربطی داره؟ اجازه نداری بگیرم تو کی هستی اصلا بابا می برادرم می برو کنا میگم بایستا یه لحظه آروم باش حرف میزنیم با هم من حرفی با تو ندارم برو کنا کار دارم تا دیگه کجا میخوای بری ها؟ میخوای بری قایم شی؟ کجا؟ تا کی؟ بدبخت هر جا بری پیدات میکنم با پلیس میان سراغت آرمان تو رو خدا بزرگ شو بفهم چه غلطی کردی هر غلطی کردم به خودم مربوطه تو نمیخواد نگران باشی تو همونطوری عده بچه مصفتا رو در نیار من که میدونم همه موس موسی که میکنی بخاطر اینکه قاب پینو به دوزی تو خدا بذارین برم اگه تا نیم ساعت دیگه نرسم اونا میرن کلی پول خرج کردم کلی برنامه ریختم حالا منتظرم هم. آتیه تو رو روح مامان بذار برم سر وقت نرسم بیچاره میشم خجالت نمیکشی تو آرمان اون دختر نزدیک بود به خاطر تو بمیره اون وقت تو فکر رفتنتی تو به کی رفتی شما بذاری من برم به خدا برسم اونجا ردیف میکنم اونم بیا اصلا غیابی عقدش میکنم خوبه؟ آتیه همه آینده من اونجاست همه پیشرفت من اونجاست خب واسه چی باید بمونم تو این خراب شده؟ بیچاره بابا حرفاتو بشنوه از قصه دق میکنه الو نیومدی اونا رفتن چی؟ بقیه رفتن رفتن ببخشید آرمان من معذرت میخوام آرمان میدونم الان حالت خیلی بده ولی بعدا میفهمی امروز بزرگترین شانس زندگی تو آوردی آرمان تو بچه این خانواده ای اگه پا میشدی میرفتی بعد یه مدت عذاب وجدان میومد سراغت خیرتو میگرفت نابودت میکرد میدونی چرا؟ خاطر کاری که با اون دختر بیچاره کردی آرمان خدا خیلی دوستت داره که نذاشت بری ممنون که موندی منم مقصرم انقدر درگیر کارهای خودم بودم که اصلا نفهمیدم دورو برم چه خبره بیچاره مریم چند بار دم کافه اومده بود دم خونه اومده بود میخواست آرمانو ببینه وقت من چی کار کردم دکش کردم اصلا نفهمیدم چه حالی دارم ولی درستش میکنم امیر جانم یه خواهشی دارم ازت بگو برو پیش غزنوی برو آرومش کن نمیدونم چجوری
بهش بگو ما خانواده ای نیستیم که. آتیه، آتیه باشه، من باش حرف میزنم، آروم باش فقط. نمیدونم اگه تو امروز نبودی چی میشد. آتیه من باشه، من باش حرف میزنم، خبرشو بهت میدم. آتیه من هستم، همیشه کنارتم، خیالت راحت باشه، نه به خاطر این داستانایی که امروز پیش اومد، به خاطر خودت هستم. خیلی دوست دارم. سلام. چطور ارزم؟ شما خوبی؟ چکرم. از خواهرت خبر نشده؟ نه هنوز. نگران نباش، گفتم که بی خبری خودش خوش خبریه. امیدوارم. اگه اجازه بدی من یه سر برم چه مهندس، یه موضوعی هست حتما من بهش بگم. صبر کن. فکر کنم خبر اون موضوع بهشون رسیده. شما یکم عقب افتادی. تشبیه شما. تشبیه. تو که گفتی تموم شد دیگه، هم دیگه رو نمیبینم. تموم شده بود همه چی. تو این دو هفته آتیه تا یه بارم اسم امیر رو نیورد. امروز هم اگه درگیری پیش نمیومد، امیر نمیومد جلو، حل شده بود همه چی. نمیدونم چی شد با هم دیگه رفتن. باش تماس بگیر ببین امروز با هم رفتن چی شده. برو سراغش. تعوتو شده رار. چشم. ماجرای درگیری امروز چی بوده؟ علیرضا میگفت صاحب کافتون بوده. چی بود اسمش؟ غزنوی. خب، تعریف کن ببینم. سمیرا خانم خوبی؟ ممنون. برای چی زنگ زدی به دایی؟ یعنی چی؟ نباید زنگ میزدم؟ دایی کلی هماهنگ کرده بود همین امروز تو کمیته انضباطی همه چی تموم بشه. وقتی آتیه خانم بلند نمیشه بره، باید خبر میدادم یا نه؟ نرفتن آتیه رو میگفتی، برای چی بقیه داستان رو براش تعریف کردی؟ بقیه داستان کدومه؟ سلام آتیه، کجایی؟ خب، چی شد؟ ای بابا، عمو اسفندیار که نفهمید. ای من خیلی نگرانم. همین قضیه دیگه. این غزنوی عقل درست حسابی نداره، یه وقت زنگ میزنه به پلیس. اصلا بذار خودم میام پیشت. نه یا سمیرا، مسئله خودم هم ندارم. حالا تو به کارات برس، فردا میبینم. آقا بریم. بریم. چی شده مهندس؟
باز که ابری شدی که تو که بدت نمیاد سر به سرم میذاری حال میکنه نه به جون خدا به خدا نگرانتم نگران موقعیتت کارت خانوادت خیلی منتظرن یه آتویی ازت بگیرن این چیزا رو من نباید بهت بگم که خودت بهتر از من وضعیت رو درک میکنی خلاصه این که توی قمار خطرناکی افتادی زندگی همش قماره مدام داری بازی میکنی یه وقت ها میبری یه وقت ها میبازی بله خب جمله حکیمانه بود اما بعید میدونم که این جمله حکیمانه لیلا خانوم و بعضی از رقبا رو راضی کنه ببینم تو جای من بودی چی کار میکردی؟ نمیدونم بابا من که اصلا تو این عوالم نیستم که اصلا درکشم نمیکنم همیشه فکر میکردم که این قصه ها مال توی کتاب هاست که به درد جوانای 15-16 ساله میخوره یا پیرمردای مشنگی که تو جوانیشون جنگولک بازی نکردن شما دردم با داشتم سر به سرت میذاشتم پیره مرد بله بله ای وای ای وای چی شد امیر بیا ماما مرزی حالش بد شده این خانم آقا لطف کردن من رو رسوندن آره زنگ بزنم دکتر نه آقا این حالش افتاد لازم ندارم ماما مرزی بریم نه ترسیم خوبم برای این خانم آقای چای شربت باشه چشم علی رضا بله بله خانم بفرمایید چه خبره زحمت کشیدم رنگ خریده مادر جون یواش بده من ماما مرزی نیفتی نیفتی آروم بیا کم کش آروم آروم بیا دارو تو نخوردی؟ نه یادم رفت بیا اینجا رو تخت دراز بکش چند دفعه بهت گفتم با خودت همراهت ببر بیا دراز بکش اونجا یواشم بش بشین این هم بده من نه نیم دستشو یادم نه خیلی خوب خیلی خوب یادم نه بس 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 دراز بکش با مرسی دراز بکش خیلی خوب دراز بکش بهترش دراز بکش ببین خوبی؟ من خوبم اما تا دستت چی شده؟ وسط تاک بود که یویشون افتاد رو من من کنارشون نشسته بودم دیگه خیلی ترسیدم سریع رسوندمشون درمانگاه ممنون چه زحمت کشید نبایم متشکرم فشارشون بالا رفته یه سرم بهشون زد دستتون درد نکنه البته دارو هم بهشون دادن که ما گرفتیم دارو؟ خیلی ممنون خواهش ممکن میشه خواهش نیست نگران نباشید گفتن استراحت کنن خوب خوب میشن فقط مالا چکاپ بشن بد نیست چکاپ برای چی؟ بخاطر سنشون گفت همینجوری گفت البته فایز بدین زودتر ما بریم معلوم میشه داد کردین خیلی لطف کردین چیزی هم که من نکردین خانم زحمت کشیدید تشکر باز دارید قبول با خواهش میام چیز قابل داری نشه نه خواهش میکنم باز دارید به سلامت خیلی لطف کردین خواهش میکنم خدا نگهدار سلام سلام خوبی؟ دستت چطوره؟ دستم خوبه تو چطوری؟ من بد نیستم آرمان کجاست؟ آرمانم تو اتاقش از وقتی تو رفتی بیرون نیومده یه حرف احمقانه بزنم بزن دلم خیلی برات تنگ شده بود این که دلت برام تنگ شده بود احمقانه است؟ نه یعنی منظورم اینه که برام دلم برای تنگ شده بود کاملا احمقانه امیر جانم
امروز فهمیدم بودنی چقدر آروم میکنه. بهت که گفتم من همیشه کنارتم. امیر بابا اومد. فعلا خدافظ. خدافظ. سلام بابا. سلام بابا. عجب هوای مزخرفیه. نفس آدم بالا نمیاد. الان براتون آب میارم. آرمان کجا؟ میرم پیش بچه‌ها. سلام. آرمان. نگران نباش، برمیگردم. شما آب میخواستید نه؟ چیزی شده بابا؟ اینجا نشستی سردت نشه؟ نه خوبه. یه روزا خیلی تو فکری اتفاقی افتاده؟ نه بابا چه اتفاقی؟ میدونم فشار خیلی روز زیاده، کار از یه طرف، ماجرای اسما از یه طرف دیگه. میخوای چند روز تعطیل کنی با هم بریم مسافرت؟ بریم شمال که خیلی دوست داری. اگه ریحانه کلاس نداره؟ تو نگران ریحانه نباش، میره پیش مامان مرزی. دوست دارم خودمون دوتا باشیم با هم. نه نه باشه، یه وقت دیگه. این روزا خیلی کار دارم. تو همیشه کار داری. آخه کار که دیگه دست من نیست. میدونی چند وقت همو ندیدیم؟ ندیدیم؟ یعنی چی ندیدیم؟ ما که از صبح تا شب داریم هم دیگه رو میبینیم. میرم خیلی وقت با هم حرف نزدیم، مثل غریبه ها شدیم. حرف نزدیم؟ یعنی چی؟ ما که مدام داریم با هم حرف میزنیم. آره با هم حرف میزنیم. سلام، صبح بخیر. ریحانه چطوره؟ از اسما چه خبر؟ حوضا محضر چطوره؟ شام چی داریم؟ شب بخیر. آخه زندگی یعنی همین. کارت، بچه ها، سلامتیت. درست بگو ببینم چی میخوای بگی. هیچ، بلش کن. شب بخیر. بابا من یه سر باید برم دانشگاه. یادت نمیری نیم ساعت دیگه زیر گازو خاموش کنی؟ نه بابا. من سعی میکنم زود برگردم. تو هم عجله نکن، برو به کارات برس. بابا یه خواهش بکنم. نگران نباش، حواسم هست.
میدونی این چیه؟ بگیر بازش کن ببین توش چیه. قرص یک کپسول کوچیک، فاصله بین زندگی و مرگ. اگه این کپسول رو بندازی زیر دندونت بشکنیش تمام، به همین سادگی. یه زمانی همیشه همراهم بود، همسن تو بودم، شادم جوانتر. آره جوانتر. سالها با فکر عوض کردن دنیا اون رو گذروندیم، هر لحظه هم آماده بودیم به خاطر هدفمون اینو بندازیم زیر دندونمونو. تو رویاهامون دنیایی رو ساخته بودیم که آدم ها جدای از موقعیت طبقاتیشون، جدای از مذهب و دین و نژاد و رنگشون، احترام برابر داشته باشن تو جامعه. اون نشد، نتونستیم. شاید آدم خوشبختی بودم که هیچ وقت موقعیتش فراهم نشد که از این استفاده کنم، که فرصت کنم بفهمم اشتباه کردم. اصلا راهمون اشتباه بود. بعد فکر کردیم با مادرت که توی چهار دیواری خودمون اون دنیای انسانی رو بسازیم، من، مادرت، تو، آتیه. مادرت که زود رفت، موندم من تنها با تو و آتیه. زورم به این چهار دیواری هم نرسید، نتونستم. کجا اشتباه کردم؟ ولی اینو نگه داشتم که هر از گاهی یه نگاهی بهش بندازم که یادم نره کی بودم و چی میخواستم. بد کردی آرمان، بد کردی بابا. میخوام ازت یه خواهش بکنم، نه به خاطر خودم، نه آتیه، که اصلا مهم نیستیم، نه حتی به خاطر آبروی مادرت، به خاطر آبروی اون دختر مرد باش. پای کاری که کردی وایسا، نذار تو خونش شرمنده باشه. اون دختر الان دیگه دختر منه. من میرم با بابا شرف میزنم. اسمش چی بود؟ مریم. نه نه باباش، غزنوی. آی غزنوی، باش حرف میزنم. امیدوارم که ما رو ببخشه. فکر نکنی همه چی برای تموم ها. تو تازه زندگی داره شروع میشه. خانم ناصح، پرونده شما و تذکرهایی که تالو بهتون داده شده خودش با آدم حرف میزنه. چی رو میخواین توضیح بدین؟
باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن چشمای تو تهرون رو به آشون